خب محسنین عزیز، عرض سلام خدمت شما، خسته نباشید. خدمت شما محسنین عزیز، ما در این هفته ما موضوعی داریم در رابطه با نشخوار کننده ها که سیستم آزمون نشخوار کننده چه شکل هست. ما در رابطه با صحبت های خواب داشتیم که خود سیستم البته بیشتر سر اکثریت حیوانات فارم صحبت میشه، ولی بیشتر سر نشخوار کننده ها خیلی زیاد میاد. خب آناتومی و فیزیولوژی جهاز هاضمه و هضم غذا در حیوانات فارم، بعضی از انواع حیوانات غذای خود به طور مکمل از نباتات به دست میارن که اینور به نام علفخوار یا هربیور میگن، و یک عده دیگری کاملا یک حیوانات کاملا گوشتخوارن که اینور به نام کارنیورس میگن، که به صورت کل یا اومنیورس گوشتخوار به نام کارنیورس، و حیواناتی هم هست که هم از نبات استفاده میکنه هم از گوشت استفاده میکنه، اینا رو به نام چی یاد میکنن؟ به نام امنیوار صرف میکنن. خب جهاز هاضمه نشخوار کننده ها که مثل گاو، گوسفند، آهو، بز و غیره حیواناتی که نشخوار میکنن، اینا از جمله حیوانات نشخوار کننده های هم. و جهاز هاضمه نشخوار کننده ها با حیوانات دیگه یک سلسله فرق داره. به صورت کل بر علاوه معده، سه جوف دیگه هم اینا اضافی دارن، یعنی خود سیستم هاضمه نشخوار کننده ها چهار جوفیه، به علاوه معده خود معده میشه چهار جوف که به نام رومن، ریتیکولم، اومیسوم، ابومیسوم، که امی ابومیسوم سیستم چیه؟ سیستم آخری سیستم معده. بر علاوه از اینا چی داره؟ رومن، ریتیکولم و اومیسوم میتونن داشته باشن. در یک گاو بالغ شکمبه، ریتیکولم، ریکتوم و 50% ظرفیت جهاز هاضمه را تشکیل میدن. خب به هر صورت ما اگر بیاییم سر سیستم هاضمه گاو صحبت بکنیم، شما ببینید سیستم هاضمه گاو از قسمت دهن اول میایی به رومن، از رومن میایی به بعد از میایی به ریتیکولم، از ریتیکولم میره پس دوباره به قسمت دهن، پس غذا هضم شده میایی به اومیسوم، از اومیسوم میایی به ابومیسوم، از ابومیسوم میایی به سیستم تمام قسمت های بدن حیوان. خب انکشاف و فعالیت جهاز هاضمه تدریجی بوده و عموما در گوساله ها و بره های نو تولد مربوط به تغذیه نو غذا، به خاطر از اینکه تمام سیستم هاضمه نشخوار کننده در ابتدا وقتی که نوزاد هستند از چهار قسمت به اصطلاح عمده سیستم هاضمی از اینا سه قسمت ابتدا غیر فعال، فقط تنها ابومیسوم یا معده ساده میتونن باشن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا از علوفجات و نباتات سخت استفاده نمیکنن و بیشتر اینا از شیر استفاده میکنن، به همون خاطر اینها جهاز هاضمی از اینا ابتدا هستند. در ابتدا شیردان بدون اینکه داخل شکم بشود مستقیما از طریق خلیگاه جری معده داخل معده میشه، یعنی نمیره به اومیسوم، به رومن و ریتیکولم و اومیسوم نمیره، مستقیما میره به کجا؟ میره به قسمت به اصطلاح خود شیردان. شکمبه تا زمانی که حیوان غذای خشک و فایبر را نخوره و همون حالت خود باقی میمونه. این حال وقت خوراک های مایع قطع میشه و فایبر یا مواد غذایی زیاد داده میشه، موجودیت تیزاب های شحمی مفید مثل اسیتیک اسید، پروپانیک اسید یا فازوسال بیوتری کسید، این عوامل مهم و عمده در انکشاف شکمبه مرسوب میشه که به خصوص در قسمت شکمبه یا میده مغلق های نمیشه. این جدول داریم که ظرفیت اعضای جهاز هضمی یک تعداد ایوانات بلیتره که نشان میده که در گو میده از ایچ شکمبه چقدر میگیره، ریتیکولم چقدر، اومیسوم چقدر، میده حقیقی چیزه. بالاخره فقط تنها در معده حقیقی اینها در اسب و خوک و سگ و انسان وجود داره، اما در گوسفند و شیر امو چهار قسمت به اصطلاح معده یا امو معده مغلق ها حساب میشه. خب ما اگر حیوانات نشخوار کننده با کمک میکروب های هضمی، اینا عمدتا در داخل سیستم هاضمی از این یک نوع میکروارگانیسم‌ها یا میکروب‌های هضمی هست که اینا برای هضم برای حیوان بسیار کمک میکنه، که در تهیه غذا و که اینها میتونن قادر به استفاده از غذاهای فایبردار و علوفجات و رول مهمی در تغذیه به اصطلاح خود غذای انسانی از قبیل گوشت، شیر و غیره تولیدات میتونه بازی بکنه، و خود میکروارگانیسم‌ها در شکم بینش کار کننده
انزایمایی را که برای هضم سلولوز لازم است و کمک میکنه و بالاخره میتونه از سلولوز یا از مواد سخت نباتی استفاده کنه. به همین خاطر علفجات دیگر غذای غیر متراکمه که انسان مستقیما مورد استفاده به اصطلاح خود انسان ها قرار نمیگیره از طریق نشخوار کننده این محصولات استفاده میشه. خب این حال به نسبت موجودیت شکمبه بین حیوانات نشخوار کننده و مایکروارگانیسم یا همون مایکروارگانیسمی که در داخل به اصطلاح سیستم هاضمه نشخوار کننده است یک رابطه به اصطلاح سمبیوسیز یا زیست با همی وجود داره. این زیست با همی در شرایط میتونه باشه که اول محیط گرم در حدود 39 درجه سانتیگراد باشه، محیط غیر حوازی باشه، خارج ساختن محصولات نهایی شکمبه و آماده ساختن پی ایچ مناسب بین 6 تا 7 به اصطلاح خود مخلوط، ساختن غذا با باکتری ها و دیگر مایکروارگانیسم ها. اینا از نقطه نظر به اصطلاح موجودیت خود مایکروارگانیسم در شکمبه. مثلا در شکمبه بعضی مایکروارگانیسم های هست که حتی خود حیوانات نشخوار کننده به ویتامین بی کمپلکس ضرورت ندارن. خود قسمت نشخوار کننده یک قسمتی از خود سیستم هاضمه نشخوار کننده تولید توسط مایکروارگانیسم ها تولید ویتامین بی کمپلکس میکنه. مثلا در مقابل باکتری ها حیوانات میزبان را مورد ذیل کمک میکند. چیه؟ یک تشکیل امین اسید های ضروری، تشکیل ویتامین های بی کمپلکس، همه تکه که گفتم در مقابل باکتری ها. اینال بعضی باکتری ها که هسته هم امین اسید های ضروری به وجود میاره، هم ویتامین بی کمپلکس و هم در هضم سلولوز و دیگر کاربوهیدرات ها میتونه رول اساسی داشته باشه. اینال هضم غذا در حیوانات میتونیم بگیم که در حیوانات عالی هضم شامل تمام فعالیت های جهاز هاضمه و قدوات از او قرض تبدیل غذا به ساده ترین به اصطلاح قسمت های به اصطلاح اجزای قابل جذب میتونه باشه. میتونه همزمان عملی هضم خارج شدن مواد غیر قابل هضم نیز صورت بگیره و همچنان اکثریت غذاها وقتی که توسط حیوانات به مصرف میرسه بدون تغییرات در جهاز هاضمه جذب میشه و اونا توسط خون و لنف به تمام قسمت های بدن میتونه تأثیر گذار باشه و همچنان اینج گلوکوز، نمک های منحل، آب و یک تعداد محدودی از مواد غذایی از این تغییرات فقط تنها مستثنا می باشد، دیگرها همه مربوط به همی بخش میتونن باشن. خب مسئله عواملی که به شکل طبیعی در هضم غذا یا در هضم غذا فعالیت میکنه شامل فعالیت های کیمیایی، میخانیکی، مایکروبیولوژی و غیره میتونه باشه. عامل کیمیایی شامل چیه؟ افراز انزایم ها. اکثریت انزایم هایی که در داخل بدن اینا افراز میشه و بعض مواد غیر انزایمی مثل HCl، هیدروکلوریک اسید که توسط غدوات جهاز هاضمه صورت میگیرد که این غدوات چیکار میکنه؟ این مواد در انزایم ترشح میکنه و برای هضم غذا میتونه برای حیوانات خیلی همکاری زیادی داشته باشه. مهمترین عامل میخانیکی برای جویدن نشخوار کننده های چی؟ حرکت معده و روده هایه که پس دوباره از طریق معده و روده میای به قسمت دهن حیوان و دهن حیوان پس دوباره غذا رو میجوه و پس دوباره میره به داخل معده عزیز. یکی دیگه عامل میکروبیولوژی از انعکاس دهنده فعالیت های باکتری و پروتوزوا می باشد که بیشتر در شکمبه و سیکم حیوانات صورت می گیرد. خب ما یک سلسله مایکروارگانیسم های وجود داره مثل بعضی از پروتوزوا باکتری ها که در شکمبه و قسمت سیکم به اصطلاح خود حیوانات اینا یک سلسله فعالیت های انجام میدن. خب اینال ما اگر بیاییم هضم غذا در نشخوار کنندگان چی بگیریم؟ مسئول نهایی کاربوهیدرات ها در اصل عملیه هضم در حیوانات معده ساده وجود میاد. مثلا گلوکوز و به اندازه بسیار کم فروکتوز که اینها مسئول نهایی کاربوهیدرات، اما در نشخوار کننده ها شکمبه قسمت زیاد کاربوهیدرات ها در اثر عملیه تخمر یا اسیتیک اسید که تیزار و سرکه خیلی ببخشن سرکه نوشته شده اینجی ری نیامده، پروپانیک اسید و بیوتاریک اسید تبدیل میشه. اما تیزاب ها از طریق خود جدار شکمبه جذب میشه و تقریبا 60 تا 80 فیصد انرژی برای تمام حیوانات مهیا میسازه. اینال میتونه بر علاوه از هضم سلولوز، هضم نشایسته و شکر و پروتئین نیز در شکمبه اینا که واقع میشه استفاده بکنن. خب اما اینجی تجارب علمی چی نشان میده که حیوانات نشخوار کننده توسط مایکروارگانیسم ها از مرکبات نایتروژن دار غیر پروتئین یا میگن نان پروتئین نایتروژن با پروتئین باکتریایی به دست میارن.
به همون خاطر یکی از خصوصیات خاص سیستم عازمه در نشخوار کننده ها میتونه ای به شما بر میره. به پیمانه زیاد از یوریا یا یوریت یا نمک های امونیم و دیگر مرکبات نایتروژن در تغذیه نشخوار کننده استفاده میشه که اینها چکار میکنه؟ اینها میتونه با مواد غذایی مکمل تبدیل بکنه. خب هنالا اما غزم ما میایم یک معلومات کوچکی که ما در رابطه با نشخوار کننده دادیم، اینجا یک معلومات کوچکی در رابطه با تیور هم میدیم که برای پرنده ها بعد از خوردن غذا بدون اینکه کدام تغییری از دهن بالای از او وارد بشه، این داخل جاغور میشه و از جاغور هم رقم یک مدت پیش ذخیرگاه قسمت پیشینه، یا ما و شما چنهدان میگیم، در حال که سنگدان نیه. او جاغور محل ذخیره مواد غذایی که با او یک سلسله مواد مایع در او به یک مقدار کم، یک مقدار بسیار کمی در اینجا حتی هضم هم صورت میگه. بعد از طریق پونتراکولاس یا پیش میده تولید افرازات هیدروکلوریک اسید و پیپسین در او صورت میگیره و بالاخره داخل چی میشه؟ داخل سنگدان میشه. و افرازات انزایمی در سنگدان در اینجا واقع نشده، بلکه وظیفه عضو اینجا افرازات انزایم نداره، عضو میده کردن، یعنی یک سلسله جدارهای بسیار لوکی در سنگدان وجود داره که اینها با است تکه پاره شدن یا میده شدن مواد غذایی میتونه بشه که اینا توسط به اصطلاح حرکات که به اصطلاح شکل به اصطلاح ساییده شدن در داخل خود سنگدان صورت میگیره که هضم غذا که در اینجا غذا تکه پاره میشه و هضم غذا بیشتر در روده ها صورت میگیره. خب غده پانکراس در تیور مثل دیگه حیوانات رول مهم در خود هضم غذا میتونه پانکراتیک اسید یا بعض مواد دیگه اسیدی ظاهر کنه و صفرا در دودینم و هضم شحمیات نیز کمک میکنه و همچنان جذب مواد به طور عمده از ناحیه روده خورد شروع میشه و بعد از رشته های باریکی به نام ویلیا که رشته های بسیار باریک در داخل خود روده های کوچک قرار داره و اینها مستقیما به ورید های بسیار کوچک یا مویرک ها یا عروق شهریه در روده ها که مواد غذایی میده به اون قسمت. هضم غذا به یک پیمانه بسیار کم در سیکا یا کور روده که ما به شما میگیم که بین روده کلان و بین روده خورد وجود داره در اینجا صورت میگیره. البته خود کلواکا در انتهای یکی از چیزهای خاصی که در مضامین قبلی در زولوژی هم خیلی زیاد در رابطه به تیور سیستم هاضمی تیور برای شما گفته شد که خود کلواکا قسمت آخر بدن به اصطلاح آخر قسمت آخر سیستم هاضمی است که در اینجا هم سیستم تکثیری هم سیستم ادراری و هم سیستم به اصطلاح خود مواد فضله در اینجا را در کیر به نام کلواکا میگن که تخم هم از اینجا خارج میشه. خب شما اینجا تصویر اگر ببینین شما قسمت سیستم هاضمه مرغ شما میبینین این خط سفیده، قسمت سیستم هاضمه مرغ ابتدا میای سر سندان، یعنی قسمت شما سنگدان میبینین، سنگدان بعد از اون میای به کجا؟ میای به قسمت خود سیستم هاضمه و سیستم ببخشین اول جاغور عرض معذرت از جاغور میای به قسمت سنگدان و از قسمت سنگدان به تمام قسمت ها و قسمت های روده و مختلف قسمت های مختلف بدن حیوان چی میشه که اینجا ما و شما سیکا یا کروده را در این میبینیم، در اینجا شما سیستم به اصطلاح هاضمه در این میبینیم و بالاخره میای در کجا؟ از روده ها میای به قسمت کلوک. بین روده های بزرگ و روده های کوچک سیکا یا کروده وجود داره که این روده های کوچک هم که این روده های بزرگ این قسمت کلوکا و اینها قسمت های مختلفی از سیستم هاضمه تیورر شامل میشه. اما میایم جذب مواد غذایی در چی؟ اکثریت جذب مواد غذایی در گوشتخاران و علفخاران، البته به مقدار قابل ملاحظه در علفخاران در ناحیه روده صورت میگیره بیشتر. در همه چیز خوران مثل انسان ولی بیشتر در روده های کوچک و جذب مواد غذایی به اصطلاح در دهن مری صورت نمیگیره و بسیار کم در معده واقع میشه و به استثنای تیزابهای شحمی مفر از طریق جدار شکمبه در نشخوار کننده میتونه جذب بشه. جذب مقدار بسیار کم مواد غذایی در گوشتخواران و انسان ها در ناحیه روده کلان و بیشتر در روده های کوچک صورت میگیره
که میتونه بمونه. شحمیات به قسم به اصطلاح تیزاب های شحمی و گلیسرول توسط لم و آب و دیگر محصولات مایع هضم میشه و از قبیل امینو اسید ها و شکرها ذره خون اینا چی میشن؟ جذب میشن. اما تاثیر بعضی از فاکتورها برای قابلیت به اصطلاح هضم در غذا، کدام فاکتورها؟ فاکتورهایی که برای هضم تاثیر میتونه داشته باشه از نظر موثریت تبدیل غذا به تولید ایونی میتونه خیلی زیاد اهمیت داشته باشه. اینا میتونه حرارت محیطی باشه، یعنی 33 درجه سانتیگراد بالای قابلیت هضم مواد غذایی تاثیر مثبت داره، یا سرعت عبور غذا از کانال جهاز هاضمه در هر قدر که سرعت از سریعتر باشه اما اندازه جذب کمتر، هر قدر سرعت کمتر باشه جذب بیشتره. خود سطح اخذ غذا که به چی سطح اخذ غذا، یعنی نظر و سطح اخذ غذا میتونیم بشه میتونیم داشت بگیم که سطح اخذ غذا که در رده های کوچک به اصطلاح خود اخذ غذا صورت میگیره، سطح اخذ غذا در اونجا تعیین میشه و شکل فیزیکی غذا که خود شکل فیزیکی غذا چی رقم هست. ما نظر به خود مواد غذایی، نظر به حیوان، نظر به تمام چیا میتونه شکل فیزیکی غذا میتونه متفاوت باشه که اشکال فیزیکی غذا نظر به جذب میتونه تاثیرات بسیار زیاده. خود ترکیب جیره که در جیره چی نه ترکیبی وجود داره که آیا از نظر شکل فیزیکی سخته ملایم، اول مثلا در برای پرنده ها غذای ملایم داده نمیشه، بیشتر غذای سخت داده میشه، به خاطر چی که او خود سنگدان از او در میده کردن مواد غذایی بسیار رول اساسی داره. خب ما اینجا یک تصویر دیگر از نشخوار کننده از گوه داریم که اینجا تصویر رنگه ابتدا مواد غذایی شما ببینید در سیستم هاضمه از دهن وقتی که غذا میجوه میای مستقیما وارد چی میشه؟ وارد رومن میشه. این قسمت اول جوف خود سیستم هاضمه که به نام رومن یاد میشه، از رومن میای به رتیکولم. اینجی در اینجی یک سلسله حرکات انجام میپذیره که این پس دوباره راهنمایی میکنه به طرف چی؟ به طرف دهان حیوان. وقتی مواد غذایی طرف دهان حیوان میه اینمیش سیستم هست به نام سیستم نشخوار میگن یا پس برگشتن غذا. اینجی پس این میجوه، وقتی که غذا جوید نشخوار کرد این پس دوباره میه در کجا؟ میه در ابومیسون. و در ابومیسون که آمد ببخشید در اومیسوم که می در اومیسوم اینجی غذا بنامی چلخانه یا بعضی جای دیگه که میگن اینجی شکمبه یا قسمت های بسیار مهم و عمده این قسمت رو به نام رومن شکمبه میگن. اینجی ازارخانه میشه که در ازارخانه شما میبینید که سیستم جذب غذا هضم غذا صورت میگیره و میای به معده ساده که به نام ابومیسوم که ما و شما معده ما و شماه. از اینجی برمیگرده سر روده های کوچک مواد غذایی هضم میشه به روده های کلان و بالاخره از روده های کلان دفع میشه به طرف بیرون. این یک مختصر معلوماتیه در رابطه با سیستم هاضمه در گو. خب اینا رو میایم سر مؤثریت تبادله خود تبادله غذا، توانایی حیوانات در قسمت تبدیل غذاهای حیوانی به محصولات حیوانی و مؤثریت تبدیل غذا یا efficiency of feed conversion میگن که این میتونه متکی به اینا باشه، قدرت و توانایی در هضم مواد غذایی این مؤثریت تبادل غذایه، ضرورت به انرژی و پروتئین به مقصد نموی ادامه حیات و دیگر فعالیت های بدن اینا مؤثریت تبدیل غذایی که چی مؤثریت های میتونه داشته باشه دیگه. زیای مواد غذایی در وقت استقلاب که ببینید در وقت استقلاب چقدر مواد غذایی ضایع میشه و چقدر مواد غذایی قابل جذب میتونه باشه، نوع غذای مصرف شده اینها همه میتونه قابلیت هضم غذا در حیوانات میتونه داشته باشه و همتونه میتونه در حیوانات فرق باشه. حیوانات معده ساده مانند مرغ و خوک تقریبا در حدود 75 تا 85 درصد مواد غذایی متراکم هضم میکنه، در حالی که علوفجات از قبیل سایلج بیده کمتر استفاده میکنن. اما حیوانات نشخوار کننده تقریبا 50 تا 55 درصد از مجموع مواد غذایی بیده رشقه و 75 تا 80 درصد مواد غذایی غذاهای متراکم شده مثل جواری میده اینا میتونه عزم کنه. همچنان نشخوار کننده 75 تا 80 درصد مواد خشک و علوفه جوان و تازه میتونه هضم کرده بتونه. اما تاثیر بعضی از فاکتورها بالای تبدیل غذا به محصولات ایوانی میتونه باشه. یکی مسئله بسیار مهم و عمده و راسته که در بین نشخوار کننده بسیار رول داره که از 30 الی 40% میتونه باشه و همچنان سن وزن حیوان، حیوان جوان برای ازدیاد یا واحد به اصطلاح وزن نسبت به حیوان مسن غذای کمتری ضرورت داره، مثلا خود سطح اخذ غذا، ازدیاد وزن روزانه حیوانات سری نمو و که نظر به دلایل زیل میتونه داشته باشه که نموی سری داشته باشه، ایچی ها که فیصدی کمتر غذا برای چی؟
برای ادامه حیات مصرف میگیرد و حیوانات مذکور نسبت به ذخیره شم و نموی بیشتر میکنند. دیگه دارای سیستم استقلاب موثر بوده که از غذای مصرف شده استفاده موثر به عمل می آید. اینها نکات بسیار مهمی بود در رابطه به چی؟ در رابطه به سیستم هاضمه در بعضی از حیوانات. موفق و سرفراز باشین انشاءالله. تا در جلسه بعدی شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و مددگار شما.